بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام دارم خدمت شما بزرگواران. بحث به اینجا رسیده بود که حضرت امام به تبعید رفتن در دو کشور، ابتدا ترکیه و بعد عراق یا شهر مقدس نجف و بعدها هم به فرانسه. دوران حضور حضرت امام در نجف که دوره نسبتا طولانی رو هم شامل می شد، حدود 14 سال، تقریبا کمتر از 14 سال ایشون در نجف بودن، به هر حال یک برهه بسیار مهم از تاریخ سیاسی ایران و تاریخ بسیار مهم انقلاب اسلامی به شمار میاد. این که حضرت امام چرا به نجف تبعید شدن، خب از یک سو خود ایشون بیمیل نبودن که در شهری ساکن بشن که بتوانن فعالیت‌های حوزوی و علمی خودشون رو پیگیری کنن، و از آن سو هم دنبال کشوری بودن که کمی نزدیک به ایران باشه تا بتوانن نزدیکتر در جریان باشند و نزدیکتر اوضاع رو رهبری و کنترل کنن. از آن سو هم رژیم شاه حضرت امام رو به نجف فرستاد تا به زعم خودشون امام تحت شعاع قرار بگیره، در مقابل اون همه مراجعی که هستن امام گم بشه به قول اونها، و مرجع زیاد و امام داخل این جمع بره دیگه فراموش میشه. غافل از این که روحیه حضرت امام و عملکرد حضرت امام طوری بود و طوری ایشون موضع‌گیری میکردن که نه تنها هیچگاه فراموش نمیشدن، بلکه همواره مورد توجه بودن و مردم هم علاقه خاصی داشتن. کما اینکه وقتی به نجف رفتن، حوزه درسی ایشون یکی از شلوغ‌ترین حوزه‌های درسی آن زمان بود. این شاید یک حکمت و یه علتی باشه که حضرت امام به نجف تبعید شد. اما پرسش این است که چه مصائب و سختی‌هایی رو امام در نجف کشید؟ خب سختی اول همون تضییقاتی بود که دولت عراق به حضرت امام وارد کرده بود. سختی‌های فراوانی رو ایشون کشیدن. زمان عبدالسلام عارف بود، رئیس جمهور وقت عراق، خواست حضرت امام رو به تعبیر خودشون، به زعم خودشون، به عنوان یک مستمسکی قرار بدن جهت به اصطلاح باج گرفتن از رژیم شاه. لذا حضرت امام دعوت کردن که به تلویزیون بغداد بره و بر علیه حکومت شاه سخنرانی کنه. حضرت امام این کارو نکردن، در صورتی که اگر انسان‌های غیر خدایی که به اصطلاح به دنبال مبارزه با حکومتی هستن، اگر جای امام بودن این کارو میکردن. گفتن خب یک موقعیتی ایجاد شد، ما میریم دشمن خودمون رو زیر سوال میبریم. امام زیرک بودن، به این علت این کارو نکردن که نمیخواستن اصالت قیام خودشون رو زیر سوال ببرن. اصالت قیام امام اصالت الهی بود، و اگر حضرت امام با رئیس جمهور وقت عراق همکاری میکرد، این اصالت زیر سوال میرفت، میشد کینه توزی، میشد کینه ورزی، میشد عناد. امام عناد با کسی نداشت. امام به دنبال اجرای کلمه حق و احقاق حق بود. لذا همکاری با یک حکومت جبار دیگری به نام حکومت وقت عراق اصالت نهضت امام رو زیر سوال میبرد. به همین علت حکومت وقت، به ویژه در دوران معاونی صدام حسین که به هر حال اون زمان علی الظاهر معاون بود اما در واقع رئیس بود، تا اینکه بعدها در سال 56-57 رئیس جمهور عراق شد صدام، به ویژه در این دوران امام در سختی مضاعفی قرار گرفت. حتی در سال 46 بود این سختی ها به قدری شده بود که امام گفت من میخوام از عراق برم مثلا به هندوستان، که دولت عراق جلوگیری کرد و این کار رو نذاشتن بکنن. علی‌ایال یک تضییقات از سوی دولت بود. تضییقات دوم حضرت امام در نجف از سوی برخی به تعبیر بنده حسودان بود. برخی به ظاهر عالم، به ظاهر درس خونده حوزه، به ظاهر ملا، به ظاهر روحانی، اما بعضیشون البته حسودایی بودن که حضور امام رو بر نمیتافتند و خیلی سنگ اندازی کردن. این طیف همون طیفی بود که حضرت امام بعدها در پیام معروف روحانیت خودشون که معروف شده به منشور روحانیت، در اونجا حضرت امام گدایی میکنه که یک زمانی
پسر من مصطفی میخواست در مدرسه فیضی آب بخوره، از یک لیوانی یا از ظرفی آب خورده بود، اون ظرف یا اون کاسه یا اون لیوان رو بعدها آب کشیدن. گفتن چرا؟ گفتن که چون پدر این مصطفی شخصی است که فلسفه میگه نساجی رو بالله کافره، فرزندم به تبع پدر کافر میشه و نجس. این طیف در نجف هم تسری یافته بود و اونجا هم جریان داشت این طیف فکری. یه دم خب حسود بودن، اون گونه که عرض کردم حضور امام رو برنمی تافته، خیلی اذیت شد امام، یعنی در یک انزوای قرار گرفت که من نمیخوام الان به اون صورت تشبیه بکنم، اما چیزی شبیه تشبیه انزوای شبیه انزوای اهل بیت اسپرد و تعالی سلام الله علیه مجمعین، چگونه در انزوا بودن، چگونه در تضییقات وارده از سوی حکومت یا اطرافیان بودن، امام به همین صورت بود. ولی حضرت امام به لطف الهی با اون روح بلند روح اللهی خودشون این تضییقات و مصائب و سختی ها رو تحمل کردن تا آنجا که این سختی ها عاقبت با شیرینی همراه شد و اون شیرینی هم بود که نهضتش به پیروزی رسید و مرجع بزرگواری به نام امام روح الله خمینی هم محبوبیت جهانی پیدا کرد و هم شهرت جهانی. انشاءالله در بخشای دیگری از مطالبی که ارائه خواهیم کرد به فرازهای دیگری از نهضت امام خمینی خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.